بنابر نتایج رسمی و نهایی شمارش آرا که صبح چهارشنبه توسط کمیسیون انتخابات ساحل آج منتشر شد، آلاسان واتارای 73 ساله با کسب 83 درصد آرا برای پنج سال آینده رئیس جمهوری این کشور خواهد بود. حتی قبل از اعلام رسمی نتایج او در پایان روز سهشنبه طی بیانیه‌ای گفت میخواهم به همه مردم ساحل آج برای بلوغ و رفتار نمونه ای که در دوران انتخابات داشتند تبریک بگویم میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 54 درصد بود و تنها یکی از احزاب مخالف دولت شرکت در آن را تحریم کرده بود. به گفته ناظران، انتخابات روز یکشنبه در محیطی صلح آمیز برگزار شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این فرصتی بود که همه ما با هم به دنیا نشان دهیم که بحران سال 2010 اکنون پشت سر ماست و کشور ما به طور قطع وارد مرحله کسب فضایل دموکراسی شده است. آلسان واتارا پنج سال پیش نیز در انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج شرکت کرد و بیشترین آرا را به دست آورد اما لوران بگبو رئیس جمهوری وقت حاضر به کنار گیری از قدرت نشد اعتراضات مردم به آقای بگبو در نهایت به خشونت گرایید و بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشت این اعتراضات تا زمان بازداشت آقای بگبو در آوریل سال 2011 ادامه داشت